با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. آقا دیوونه خونه است و حضرت عباس، یعنی چین داره میره تو ماه آب بیاره، تبلیغای توی خیابون ژاپن و چه میدونم توی امارات و دبی و این ور اون ور آدم میبینه همه سبودی و این چیزا. ما چی درست کردیم؟ آژیر امام زمان، بعد نماینده مجلس و وزیر و نمیدونم کیو هر چی دک و دیوونه است رو جمع کردن، آژیره رو میزنن، یارو هم توضیح میده، آقا که وارد میشه، آقا که ظهور میکنه، بابا بی خیال تو رو قرآن، 2024 اینا هنوز منتظرن آقا ظهور کنه. آژیر خطره، من نمیدونم اینو اختراع کردیم، آژیر خطره، مال زمان جنگ رو گذاشتن جاشو عوض کردن. فهمیدین چی شد؟ وقتی آقا زور میکنه اینو میزنن، همه بدونن آقا زور کرد، یعنی آقا بعد 1400-500 سال گیر اینه که من میخوام زور کنم همه بفهمن یا نه. از اون ور که میگین پیرزنه با ریش میاد تا آقا زور میکنه بالا با سنگ میزنتش، این ور آژیر خطر براش میذارن، یعنی هیچیه اینا به هیچی اینا نمیخوره. مملکت همین اوضاعش اینجوری شده، یارو نماینده مجلسه به جاش که بره دنبال مشکلات مردم، داره آژیر خطر درست میکنه که امام زمان زور کنه. دیوونه خونه است. بله خلاصه این جنگ اسرائیل و این تهدیدا و اینا همش هم تو خالی، یعنی فقط هم میگن با خاک یکسان میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، موقعش که میرسه به گوزگوز میفتن. حداد عادل دیگه بگه، یعنی خیلیه، اول حدادو براتون بذارم. فکر میکنید که مناسباتی که الان وجود داره کافی هست؟ یعنی حالا همین حمایت‌های معنوی، بالاخره رایزنی‌های مختلف کافیه؟ چون بعضی بالاخره در شبکه‌های اجتماعی نه. اون هم نظری است، دارن میگن که چرا جمهوری اسلامی ورود نمی‌کنه برای رویارویی. من اینو عرض کنم که ما طرفدار هیچ کدوم از این مواضع نیستیم، به بینندگان محترم بگم، فقط صرف مطرح شدنش داره. ببینید تا الان قبل اینکه سفارت داشته اینا دنبال این بودن ما میزنیم، ما فلان می‌کنیم، الان میگن ما، ببین ما سر حماس هم همین کارو کردن، یعنی همه گفتن الان جمهوری اسلامی نیرو میفرسته، گفت ما فقط معنوی حمایت میکنیم، دهن حماس سرویس شد، اینا هم پشت رو خالی کردن، یعنی حماس به هوای اینا حمله کرد. بیا حزب الله میگن ای موشک داره چی کو یه دونه نتونسته بزنه. عرض میکنم به اون اشخاص باید گفت که شاید این همون چیزیست که اسرائیل میخواد. اصلا اسرائیل تا حالا میگفتن رژیم صهیونیستی، نه رژیم قاصب صهیونیستی، الان شد اسرائیل. ببین یواش یواش دارن احترامش رو زیاد میکنن. یله که این جنگ رو مبدل بکنه به درگیری های وسیع تری مثلا بین ایران و آمریکا. همه دردشون همینه اینا، چون اگه ایران یه موشک بزنه به اسرائیل، آمریکا میاد کمپلت آخونده رو بر میداره، نه اینکه دوست داشته باشه برشون داره. اینا انقدر کولی میدن به آمریکا، نه اروپا نه آمریکا دوست ندارن آخونده برن، ولی اگه اسرائیل رو بزنه باید پاشن برن، جایی هم ندارن برن، هیچ کسی اینا دره نریده نذاشتن، مجبورن هیچی نگن. در اون صورت اونی که اگر یه همچین اتفاق بیفته، اونی که جان سالم به در میبره اسرائیله. یعنی چی؟ یعنی ما شکست میخوریم، اسرائیل میره، آمریکا ما رو میزنه. جوابش در از همینه، ترسیدن. تو رو درویسی هم گیر کردن، حالا احتمال داره مثل جریان عین الاسدش کنن. چیکار کنن؟ زنگ بزنن آقای نتانیاهو شما یه تیکر خالی بکن، جایی بغل تلاویوی پشتی نمیدونم حیفای جایی ما دوتا موشک بزنیم، کسی هم چیزیش نشه، بعد به مردم بگیم انتقام سخت گرفتیم دیگه، شما رو به خیر و ما رو به سلامت، شما بیان میخواین هر دفعه موشک بزنین بزنین. من نمیگم کار اسرائیل درست دارم، میخوام قدبازی اینا رو بگم که وقتی پاش میرسه هیچی ندارن برای حرف زدن. حالا بازم بود یه دونه دیگه هم بود، آه این کارشناس ماه پیش که اینجا بودم سر کرمان گفتم
گفتم اسرائیلی ها به دلایلی که همون موقع هم توضیح دادم دارن میزنن. حالا بعضیا میگن میزنه که ما رو بکشه تو جنگ، بعضیا میگن نه اینجور نیست، من توضیح میدم. او میزنه بر اساس منطق نظامی و منطق عرف. آقا من میگم چرا همش تو چیزایی شونم اینجوریه، نگو من اینجوری میشینم، اون علامت بود میورد یا رو اینجوری همیشه کج میرفت، دختر میدیدن اینجوری میرفتن، نگو ما هم اینجوری صاف. آه الان درست شد، خب بریم بقیه برنامه رو. جامعه شما اگر نزنی دوباره میزنه بیشتر بالاتر. همون موقع من گفتم اگر بزنی مساوی بزنی، حتی یه پله بالاتر هم بزنی، او دو پله بالاتر رو خواهد زد که زد. نفر سوم نیرو قدس قاسم سلیمانی رو زدن، نفر سوم نیرو قدس رو زدن، سفارت رو زدن، با هواپیما اومدن تهران رو زدن، چند جا رو زدن، هنو اینا میگن اسرائیل غلطی بکنه و با خاک اکسام میکنی. سولگری رو زد، چرا؟ بر اساس یک راه برد. این تاکتیکش نیست، این که بگیم میخواد بزنه دل داخلشون رو خوش کنه که ببین من زدم، نه این نیست. اتفاقا معلوم اسکار این داستانو ندارن، بیشتر آخونده تو اینجا جریان ها. اسرائیل بلش نمیاد شلوغ شه، چون مردم شلوغ کردن به خاطر مسائل اقتصادی، ریخته به هم تل آویو کلن اسرائیل، نتانیاهو وضع درستی نداره، برای همین بدش نمیاد یه درگیری بشه که مردم بشه پن تو پناهگاهی یا برن سراغ، مثل آخونده دیگه میگن جنگ بشه مردم دیگه کاری به ما ندارن، مثل جنگ ایران و عراق بود، یو حجاب اجباری شد، آدم ها رو کشتن، این کارو کردن، اون کارو کردن، گرونی کردن، همه اون موقع مردم هم بهوای کشور و خاک میرفتن جبهه. اساس راهبرد، چون ریسک جنگ داره وقتی که همچی کاری میکنی، شوخی نیست. این راهبردشه، راهبردش هم دلیل داره. حالا من توضیح خواهم داد. این شما همون روز گفتم شما نه یه پله دو پله بالاتر، باید 10 پله بالاتر، چسبیده به خط جنگ تمام عیار، چسبیده بهش، نه جنگ، چسبیده به اونو بزن. چرا؟ اگر شما یه پله دو پله بالاتر بزنی 100% بر اساس راهبردش میاد بالاتر رو میزنه، انقدر میزنه تا به چسبیده به خط جنگ و خودش بزنه برات که تو مجبور شی وارد جنگ شی. اما اگر چسبیده به خط جنگ زدی، نه اینکه 100% دیگه نمیاد، 50-50 است. بهتر از اینه که هر کار دیگه ای شما بکنی، نزنی بزنی مساوی بزنی، بالاتر همیشه میزنه، او قطعاً میزنه. اینا از آمریکا میترسن، اگرنه میزنن بعدشون هم نمیاد جنگ را بیفته، از آمریکا میترسن. خب بعد دوباره براتون، آها این احمد، اینم یه خورده براتون طنز بدی نیست، میخوای اول اینو بذارم؟ این کدوم بود؟ آها این سریال خانه به دوش بود، یه پسره بود، ببین مملکت کیا دارن اداره میکنن، برای همین اینو گذاشتم. یه سریالی بود 20 سال 25 سال پیش به نام خانه به دوش، رضا عطاران ساخته بود. این بابا نقشش این بود مثلا هر 2-3 قسمت می اومدن رچن این سر کوچه وایساده بود، میگفتن علی تو هنوز کار پیدا نکردی، میگه بیکار بیار مثلا همیشه اینا، اونم یکی میزدن تو سرش، همین بود نقشش. این الان شده نماینده مجلس، یعنی اون بابا که تو فیلم و تو بازیگری به هیچ جا نرسید، سواد درستی نداشت، شده نماینده مجلس. این الان داره برای کشور ما، برای مردم ما یه نقشی بالاخره داره دیگه. بعد میگیم چرا؟ بله اینو میخواستم بهتون نشون بدم. با یه دونه دیگه هم بود، آها احمد ایران دوست. میگم آقا خدا رو شکر من رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5 تومن بشه. الان طرفدارای ابراهیم رئیسی کجا هن؟ اینا که هی گیر میدادن دلار انقدر شده اگه ابراهیم رئیسی بیاد، آخه اینا تصمیم گرفته بودن اینو بیارن رئیس جمهور کنن مثل زمان خامنه ای، بعد رهبرش کنن، رئیس جمهور شد، دیدن نه این اصلا یه خورده اسکله دیگه، حرف زدنش، کاراش، سوتیاش، دیدن این به رهبر نمیخوره، رفتن یه جورایی سمت حسن خمینی که هم اینوریا داشته باشنش هم اونوریا. مشتبه هم دیدن محبوب نیست، مردم میریزن بیرون، چیکار کنیم؟
حسن خمینی که تا پارسال هیچ کس اجازه نمیداد تو مجلس خبرگان شرکت کنه، میگفتن باید امتحان بدی، نمیدونم چی بدی چی بدی، یهو همه رفتن دستبوسش، یعنی تمام فرماندهای سپاه که چش دیدنشو نداشتن یهو رفتن سمتش. این یه داستانی هست. یه حرف خوبی میزنیم، با اینکه شنگول میزنه یه نمه، ولی حرفاش خوبه. 65 آقای روحانی میگواره؟ نه نه، خود آقای رئیسی میگفت. رئیسی یه ویدیو نمیدونم کوشش یه ویدیو به دستم رسید، مال خدا کنه این باشه هموطن آره. اینو ببینید الان براتون بذارم چقدر داره ترزدی. بدم ترزدی، ترزدی رئیسی، تنها راه استعفا است، خدا وکیلی. ولی جالبه، زمانی که ما بودیم رفسنجانی بود، نمیدونم خامنه ای بود، اینا رئیس جمهور رو اینا بودن، کسی جرئت نداشت بیاد بگه تر زدی. الان خیلی راحت میگن آره راست هم میگه تر زدی، هیچ کار مثبت این بابا نکرد، هیچ کار جز این که مثل احمدی نژاد همه بهمون دارن میخندن. آه اینو مثلا بیشتر برای این ویدیو اومدم، اینو براتون بذارم، حرفاش خیلی جالبه. هموطنای ایرانی عزیزم، متاسفانه دقایق پیش با خبر شدم که سپاهی پاسداران از داخل خاک ایران و شهر کرمانشاه شروع به پرتاب موشک به سمت کنسولگری آمریکا توی اربیل عراق کرده. مطمئنم تا ساعات ایران فقط زورش به کردستان عراق میرسه، چون اونا ارتشی ندارن، بعدم بهانه دارن هی میان لب مرز دوتا تیر میزنن، هی تپ و توپ اونا رو میزنه، وگرنه جرأت داری برو سفارت هم نزد. آینده یا روزهای آتی این حملات بی پاسخ نمیمونه و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و انگلیس مطمئنن پاسخ میدن و در داخل حالا این کجا میدونه خودش جای بحث داره، ولی حرفاش چون پچپش مردم و تو اینترنت و اینستاگرام و گوگل و حالا هر جا که کلن حرفه، میگن یه جنگی داره راه میفته. اروپاش هم همینه، اروپا مثلا الان دارن سربازا رو فرا میخونن، چون اجباری که نیست، دارن سربازا رو فرا میخونن به خاطر جنگ، بخواد برام بعد آموزشی و این کاراشون رو درست بکنن. یه جورایی من فکر میکنم داره جنگ جهانی سوم میشه، امیدوارم نشه که بشه، بد چیزی میشه. خاک ایران پالایشگاه های نفتی، نیروگاه ها و پایگاه های موشکی را مورد هدف قرار میدن. درخواسته که از شما سربازان عزیز هم میهنم دارم اینه که فوراً جهت حفظ جون خودتون، محل خدمتتون و پادگان های نظامی که اونجا هستین رو ترک بکنید و هموطنان عزیزی که خونه هاشون کنار پایگاه های موشکیه موقتاً از این مکان ها. پایگاه موشکی که روی ماشین سواره، یعنی اینا موشک رو میزنن به خاطر اینکه ردیابی نشن سریع جاش عوض میکنن. این که حالا حرفش فکر نکنم درست باشه. فاصله بگیرین جهت حفظ جون خانوادتون، جون و مال هیچ ایرانی نباید جهتی حفظی بقای این رژیمی تروریستی جمهوری اسلامی به خطر بیفته. خبر راست میگه دیگه. ببین سرت احمقا مملکت رو به چه روزی انداختن، سر این که بگن مرگ بر آمریکا مرگ بر اسلام، با مثل بقیه آدم ها زندگیتون رو کنین دیگه. آخه گیر دادین، اقلم میگین داشته باشین پای حرفتون وایسین، مگه نمیگین مرگ بر آمریکا مرگ بر اسلام؟ خب برین برین جلو دیگه، چرا میزننتون هیچ غلطی نمی کنین. حالا امیدوارم که جنگ نشه دیگه، گفتم این چند تا خبر رو بهتون بدم، مواظب باشین، ولی این یه چیزایی میدونست. تا برنامه بعدی، بدرود.